سلام مجتمع صوفی هستم و شما را به برنامه دکتر سیار خوش آمدید میگم. برنامه دکتر سیار شما را به مناطق مختلف از افغانستان میبره و در این مناطق شما با امراض مختلفی که در بین مردم عام شیوع دارن آشنا میشین. ما از امید شما را با دکترهای دیگه که در مناطق مختلف از افغانستان در کلینیک‌های مختلف کار میکنن آشنا میسازم. اولین برنامه خود را با موضوع حفظ الصحه آغاز میکنیم. این خوب بفهمید که رعایت نظافت در صحتمندی ما شما فوق‌العاده رول داره. کسایی که بی نظافتی میکنن و ناخونه خود زود نمیگیرن مثلا یا دیر بعد حمام میکنه و یا دستکای خود قبل از غذا خوردن و بعد از سرشتاب رفتن صابون نمیزن نمیشوین، این اشخاص بیشتر اوقات مساعد به مریضی های مختلف هستند و ریشه بیزاری از مریضی ها هم ثابت شده که در بین اضافتی است. موضوع امروز خود را از شهر کابل آغاز میکنیم. کابل پایتخت افغانستان با جمعیت تقریبا 3 میلیون نفر نفوذ در شرق افغانستان موقعیت دارد. اسم من بالیم صابر است. نماینده 20 فامیل در این منطقه هستم. این اشتکایی که میبینید بسیار زیاد در فامیل 5 تا 6 تا اشتک است. در فامیل 1 تا 2 تا از جا ایسال است. این نه فامیل دی مریضی از جا که تاثیر آب است یا تاثیر کسافات است. هر چی که هست بشه من نه فامیل زدتر بگیم. افتابه که در تشتاب هم استفاده میشه و یک طفل خردسال از نوله از او او میخوره چقدر میتونه به صحت مضر باشه؟ نام من منولاست از ولایت لغمان هستم پیلند ریاست تنظیم وظیفه اجرا میکنم و من 9 اولاد دارم که 4 دختر است و 5 بچه است. خانم اول پاوت کرده، این خانم دویم میمسته. چه کل واکسینش خلاص کردیم در 11 کشور میگه بیار با 12 یک سال پروش آزاد بیار. پنج بچه دارم و 4 دختر، 2 عروسی شده و 4 بچه هم از من جدا است که واقعی خود تنها که بیادره خود است و پلن کردیم. من 3 اولاد است، یک خانم یکی خودم 5 نفره. اون تشناب ندارم، رای ما خراب است، با میدی یک اتاق زندگی میکنم خودم، یک اتاق است. اون دوی اتاق اون دیگه برای جور میکنم، زور منه میکشه که من جور کنم. خوشت که کن خوانه بی بی یک دانش مریض است نه که تمی طول زندگی ما خواری میکنم. خوانه بی بی 11 ماه است، 11 ماه خوشت باید راه کنه، اون نمیتونه در کمزور است. ولی خود اقتصاد ما برابر نیست که ما خوراک صحیح کنی که بیاد سه و هم بخوره از عبرت بگیر. هیرا کما بورا مندازم همون شیر مندازم باز آوی شیر گرم میباشم. جوش میکنم با شیر گرم میکنم و هیرا میخورا. اگه یخ باشه نمیخورا. در روز اگه زیاد گوش نباش وقت 3 وقت میتم. شیر جوشه که دیدین که سرش باز بود و مگس ها وقت سرزی میشینن و طفل از استفاده میکنن فوق العاده میتونه طفل مریض بسازه. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه مگس میتونه ناقل 100 رقم میکروب باشه به انسان ها. ظرفای هوا دیدین که نزدیک تشنا بود و سر تشنا هم باز بود. تشنا که خاک انداز میگن در افغانستان، تشنا معمول افغانی، تشنا وطنی. و این سبب میشه که هزاران رقم میکروب از داخل تشنا با یک شمال عادی وقتی که از داخل خودم و سراخ تشتام نفوذ میکنه هوا دوباره به سر ظرفا میه. این میکروب هایی که از اون انتقال میشه و این مگس هایی که از داخل مواد فضله انسانی میه سر ظرفا که میشینه و چقدر میتونه انسان مریض بسازه. و آیا فامیل مریض نباشه کی باشه خیلی دیگه؟ بعد از وقفه میخوایم به دیدن امی فامیل برم و از نزدیک در مورد وضعیت سیشان مخصوصا در مورد وضعیت سی اطفالشان با پدر و مادرشان صحبت کنم.
بس ببخشين دقا. بسم الله. نه 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 خیر مو ادب سلام علیکم خسته نباشید خوب هستین بخیر جو هستین سلام سلام خور خوب هستین بخیر چه احوال خوب هستین خیر خیر چطور بچا خوب هستین خیر خیر مونده نباشی مونده نباشی یم چوی هکس که ما در ویدیو دیده بودم سا ضعیف و لاغرک سوی تغذیه میز نه اما در ویدیوی که امکارای ما شما گرفته بودم دیدم خور شما اکی اوه که استفاده میکنید خور بسیار خراب است اوه شما خور صحیح نیست شما اوه که میگیرید خور دفتوا ذخیره میکنید در ظروف سربازی رو ذخیره میکنید خور می اوه اوه کلش ما یک مگس از دیگه خانتون گیرال بولید ای کل از این خور مویز انتقال امراض میشه خور مرض از یه جا دیگه انتقال میته مگس ها خور طفل داد دندان کشیدن از خور بیدکای زی میخوره وقتی بیرایش میخوره خور این طفلک دستگاه دان خود که میزنه بیری خود بخوره میکروبای که چهار طرف میگیره داخل سیستم از میش داخل میشه ایسالش میکنه خوریم خب طفل که ایسال شد خور خدا نخواسته تا منجر به مرگ طفل میشه خوریم تا آب زای کده میره و زای کده میره زیادتر اوقات خود ما شفاخانه هستیم مردم ها طفل میره میگه ما میگه مادر کلانش برش گفتی راو نته که ایسال است خب متوجه باش خوریم طفل که ایسال میشه نمک زای میکنه خور سودیم پودر بعض مواد داخل روده هایی که باید جذب شود از بین میره زای میشه خور که زایش شد خورت وزن طفل ضعیف می کم میشه روز به روز اول تا که پیش دکتر میبری خور وارث برای جور که وارث میفهمی چی است ایرا غمیت میشه ما دستم دستک تا بگوارست خور خیر خیر دامره خیر ما چی بود؟ نصرت پرتو نصرت جان آفین دیگم با چاکلیت میتومارد خب همیشه کلاس باید خسن بشوی که دیگه بسیار زیاد پاک شود حتی گلاس عادی هم نشوشتنش میتونه باعث انتقال یک مریضی از یک شخص مریض به آدم جور شود خب؟ خانه وارث جور نکده مال نه بسیار آسان است پایم بسیار آسان است بهترین طریقه ایش ایست که چهار گلاس از این گلاس اکال 200 میلی لیتر آب میبره خب بس تشکر دانست جان آفری دیدی خوره گلیم؟ 8 قاشق بوره یک کمک نمک به این اندازه خب؟ داخل از این اندازه خب؟ خوب شور میدی خوره خب؟ این شد سیرم خوره گلیم خب؟ سرش بسته میکنی خور در یک جای سایه نگاه میکنی تا 24 ساعت از این استفاده کرده میتونی خور گلیم بعد 24 ساعت باید دور پردی دیگه استفاده کنی درست است؟ ولی خود اقتصاد ما برابر نیست که ما خوراک صحیح کنی که بیادر سبو هم بخوره دیم ترکاری مثل چیز ارزان است در افغانستان فوق العاده زیاد هم از ترکاری چیزی نیست که خور شما با مشکل اون رو پیدا کنیم یعنی 20 روپیه شما ترکاری سیری پر ترکاری بخرین مکمل شب شما از ترکاری استفاده بگید قبض نمیشین خور گلم که در کلوری مشهد که باشه این خور ماست خور گلم برش بده ماست میگو ماست که باشته که مریض میگه کی میگه خور کی میگیره ولی از خدا کی میگیره مادر کلانا فامیل میگه مادر کلانا میگه شما هیچ وقت خور از مردمایی که بدت معلومات دادن معلومات نگیرین خور گلم ماست که خور ماست ویتامین سی داره ماست کلسیم داره ماست ویتامین ای ای داره خورم استخوان تبت رشد میکنه قدش دراز میشه خور هضمش خوب میشه جلدش خوب میشه تو میدی خوریم اینا ده گفت هر کسی کنی خورت رو سعی نسه کنه ده گفت هر کسی دیگه بخم شده از همه چیز مهمتر استفاده از آب است که ناب آب به طفل بدون جوش بدون جوش دادن برای شیرجوشکش آب درست میکنه و مشکلش ایست که شیرجوشکش غیر صحیح و درست نگهداری نمیشه همین سبب میشه طفلشان تقریبا 2-3 ماه است که اسهال است طفل هر باره که شیر میتی خور بوتله باید بشویی این سرپوش باید داشته باشه خور این سرپوش این با استفاده کنی خور من میگم مگر دو تا صحیح است سرپوش باید بسته کنی خور گلم بخاطر که طفل وقتی که دادن خود میزنه میکروبا رو میگیره خور میکروبا گرف خور باعث سالاتش میشه خور گلم صحیح است در داخل از این وقتی که خورشی خلاص میشه یک برسک در داخل از این باید که آب جوش این باید بشویی سرش باید بسته کنی در آفتاب بونی خور گلم خب این در آفتاب باید بونی که خود میکروبا از کشته شه درست است آفرین طفل تا همیشه خواه میتی؟ در اینجا روز خواه میتن در شا باز نخولیم خواه سکر خواه گلیم جای طفل مناسب جایی است که مگس نباشه یکی خب دومی که نزدیک کلکین باشه که هوای تازه برای طفل برسه خور خب مثلا شما این طرف که زیاد عبور مرور میکنی خور هوای کافی به طفلکت نمیرسه خور هوا
هر چی که هوای پاک به طبعت برسه همه قدر رشد میکنه خوار سوشکاش درست اکسیژن هم میگیره که دوم خوار امی خود دید خواه میبری تفلکه داخل ازی؟ آه چقدر چقدر باید باز میشوی ایره؟ ایران سه چهار روز هر روز خواه نمیتونم یا دو روز یا سی روز یعنی قبلا طفل قنداق نمیکری خوار؟ نه قنداق خواه باز شوانه میکنم روز هم تمیندازم بسوی مادرها که پیش ما در شفاقانه میان میتفل دل درد است قنداق شکل واز میکنیم آرام میشه خور قنداق کدر خور جریان خون در عضلات تفلک بند میکنه خور در دستکاش خون نمیرسه درست در پایکاش خون نمیرسه خور خو؟ خون که نرسید تفلک های ببینید تفلک افغانستان کلش خور چوچک چوچک هستن هیچ روش نکدن خور خو؟ بازی تو خواب نمیکنه نه اما تو فکر میکنیم شما عادت کردین این طفل خمچه ورز نازک از خور شما تفلک در خارج از مملکت ما شما زندگی میکنه هر کدام از اون سگ خور دو متر تشنابه که ما فعلا درش موقعیت داریم تشنابه خاکنده تشناب عام افغانستان هست بیشتر خانواده ها از این تشناب استفاده میکنن این تشناب متاسفانه یک بدرفت داره که به دنگام وضو از آب وقت به مجرا میره و مواد فضل انسانی در داخل از این به اصطلاح ذخیره میشه متاسفانه زمانی که شمال یا باد جریان پیدا میکنه چون یک مجرا بیرون هم داره بادی که در داخل از این رخنه میکنه به بالا میکروب هایی که در داخل ازی هست، مگس هایی که هست، ایده به بیرون پرتاب میکنن، بیرون میکشن. هر وقت از تشنام ببراین، چی میکنین؟ سابون. که چی؟ سابون. آفرین. یاد گرفتی؟ بازگه چی میشین؟ مریض نمیشین؟ دلکتان کرم پیدا نمیشه؟ با چاق میشین؟ کلان میشین؟ بخیر قوی میشین؟ تفلک شما در ویدیو دیدین که از دهان آفتابه آب مینوشید که بسیار کار نادرست است چون آفتابه آب از یک طرف سرش باز است از طرف دیگر دهن ازی در تشناب در هنگام وضو ممکن است که بسیار ملوث شوه و فوق العاده خطرناک است تفلک هایتان متوجه باشین که نصد دیگر از دهن ازی او نخوری جانم خب؟ چیلو تو هم نخوری سیست؟ آفر یک چیز بسیار خوب دیگر را برتان میم که ناخونک هایتان همیشه بگیرید خب؟ این سایکو شیلو ناخونک هایتان نگرفتی سیست؟ ناخونک هایتان همیشه بگیرین که باز زیر ازی میکروبک ها جای میگیره باز که نان میخورین در شکمکتان میره باز دل درد میشین باز در شکمتان کرم پیدا میشه سیست؟ پارتو دیگه چک برا به دختر خوب باشی ناخونت بگیری خداحافظ بای بای خداحافظ خداحافظ بالا شدن نجای پالوانی کار داره دیگه باید پالوان باشی که جای بالا شوی بریم بریم بالا بریم شما بالا دیگه جای همین جسته کسی یک تفلکش مریض کم روزه اینجا میبره پایین لپرسان میکنم او برمه میگه که من روزه در شفاخانه میبریم یه جور نمیشه با این وضعیت با این کسافات حتما من گفتم حتما اینجا کسافات هست حتما اینجا کدام فامیل مریض هم هست حتما مریض هست بریم شما پیش این که کچما کمار بریم فرمایی بعد از وقفه میرم با دیدن فامیلی که توسط وکیل منطقه بر ما معرفی شده ببینم که اینا در چی وضعیت قرار دارن و علت مریضی اطفالشان چی است یک مشکلاتی بسیار مهمه به منطقه ما داره که یکی آبی آشمازدگی سه نداره و یکی برق نداریم در غیر از یک چیزی که بیخی مهم است کلینیک ما نداریم به نظر شما چی باعث میشه که احتمال دوامدار مریض باشه؟ حالا ما با یک فامیل دیگه آمدیم چند طفل دارید خواهر گلم؟ سه تا چند بچه چند دختر؟ دو بچه یک دختر چی مریضی ها دارن خواهر در خانواده شما طفلک ها چی مشکلات دارن؟ ایجا پیج هست اونی بچه هم پیج هست یه سال هستن؟ چه خواهر میشه خواهر؟ یه بیگه تک و پیداش همی دفتا جور بود که دارم پیج هست و هم جوز و پیج میشه حال این بیگ نومد بیگه زیاد ضعیف هست اونو یک دو نیم سال هست این چهار سا پنج سال هم میشه بسیار طفلت ضعیف مونده خواهد باید نباشه با خانه بریم خواهد خواهد اول بگو دوایت در کجاست دوا اونون دیدیم تو پچه یک اونون جمعه مای فامون میشه ببینیم ایفه هم دوا از دازی ببینیم ایفه همی چه مهمانی دوا را همی چه دوا خوب سعی کنین که بسیار موضوع مهم است که چرا دلیلی که یک طفل دوام میتین جور نمیشه چی هست؟ یکی از عمدترین دلایلی فایده نکردن یا نداشتن منفعت دوا و طفل ای است که شما دوا رو کجا نگهداری میکنین چون موسم گرما هست دواها بعضا از شعاع آفتاب به نهایت متضرر آسیب پذیر میباشن دوا به اصطلاح عام از آفتاب بد میبره
دقیقاً دواری که ناستور که ذخیره کردن درست در مقابل شوای آفتاب است که به نهایت حرارت این دوا بلند است. من فکر نمی‌کنم موادی که در داخل از این دوا باشه کیفیتش درست باشه، به نهایت گرم اومده. بعضی دوا خورم رسوب میکنن، خب مواد زیر میشینه. سیکو پودر جداست، دوای جداست. هر وقت که دوا رو به طفل میتی باید خوب دوا رو شور بتی خورم، خب باید دوا رو شور بتی، یک موضوع که خوب مخلوط شه باز با دوا رو برش بتی. درست است. وقتی طفل دوا رو دوباره استفراغ میکنه با اثر باید برش بتی خور. نامش چیز چی؟ وصف خان دونک دواست که آفرین بچه خوب، آفرین. این طفل بسیار زود زرد میزنه، امکان داره کم خون باشه یا چشمگاهش هم مشکل است که آدم ببینه. دو نیم سال است؟ دو نیم سال. دندانایش هم خارج مکمل نیست، بسیار مگس ها چهار طرف ازی بسیار زیاد پرواز میکنن. یه خدر مگس تا چهار طرف هر انسان باشه خور ناجور میشه. اینطور میگریم به شفاخانه خور نارو میبریم؟ سیس. امو جا متخصیص دکتر صاحبا داخل هم میشینیم سرش گپ میزنیم. سیس انشالله؟ خیر آمدید انشاءالله، خیلی بخیر خوب هستید. تفلک ها را آوردید؟ خوب بسا خوب. حالا ما تفلک های شما را میبریم به سرویس اطفال. کدومش دکتر صاحبای خاص دکترهای اطفال و تفل هستن، اونا را تدابی شما با شما کمک کنید. درست هست؟ بگی بریم. بخاطر ازی دکتر با شما معاینه مواد غایطه یا مدفوع طفل داد که شما داخل روده های طفل داد باید دیده شود که بعض از پارازیت ها مثلا پارازیت موجودات را نگه تفایلی باشن، نه مثلا کرم کرمای صفحه سفید دراز دراز برای مسکریس و مثلا جاردیا آمیب، اینی کرم ها میتونه که طفل جذب بشه خراب بکنه باعث سالات شود مشکل دلدردی برش به وجود بیاره. سیز طفلک دامدار سال باشن یا مثلا رشد نکنن دکتر با حتما معاینه مواد غایطه برشن میده. درست است؟ حالا دکتر با شما یک بوتل میده، شما مدرک ما میره در تشناب مواد غایطه طفلک خود میگیره پس بیاره بر چک کرده. درست است؟ سیلوز باکتریا ایست داره پرسیلوز مشکش واقعا دیزیست خوب از اینه به کرم داره تفلک کرم نه یکی کرم است که قابل دید است با چشم نه یکی مکروبای چوچه چوچه است دانام باکتری میگه باکتریا داره سبزی نه و او هم مویلتش فقط حفظ روسه هست نظافتش درست نیست. محیطی که شما زندگی میکنید، در خانه شما زندگی میکنید، ممکن آب در یک چیزی باشه که در اونجا مگس بشینه. ممکن خود کوزه ملوث باشه با میکروب. آب پاک هم اگر داخل کوزه باشه یا مثلا داخل کدام جکی که یا گلاس صحیح شسته نشده باشه، در اون وقت هوا مندازی خودش میکروبی میشه. نتیجهش فقط میکروبی است. مواد غایطه‌اش در داخل رودایش میکروب وجود داره. باز شیر ما خونه میشه هر چیز میخوره از این موش پیدا شده و هوا تو خونه بود. هر چیز بخوره ولی پاک باشه، نظیف باشه. پاک میتیم دیده چی؟ خواهی نمیه که ما برات گفتم مثلا امکان رو ظرف تام میکروبی شده باشه، هوا میکروبی باشه، غذا درست پخته نشده باشه، یا شیری را که جور میکنی به طور مثال شیر پودری را آب درست جوش نخورده باشه، اگه خوردن باشه بازم مهم است که ظرفش پاک باشه. چه
چیزهایی که من از این برنامه آموختم چی است؟ یک، دستایتان پیش از نان خوردن و بعد از تشنم رفتن با آب پاک و صابون بشوین. دو، از آب پاک و سویی استفاده بکنین یا آب جوش بتین. سه، کوشش بکنین که سر آب که استفاده میکنین بپوشوین، بخاطر که مگس و حشرات و چرک و میکروب در داخل از آب نفوذ نکنن. چهار، تا حد امکان کوشش بکنین که مگس و پشه و حشرات داخل خانه‌تون نشه، بخاطر شما را مریض نکنه. پنج، حفظ السیر فوق العاده مراد بکنین، با نظافت باشین، به خاطر ازی که هر قدر شما با نظافت باشین اما قدر شما صحت مند می باشین، اولادکایتان مریض نمیشه و از دکتر دوا دور می باشین. تا برنامه بعدی شما را به خداوند پاک بسپارم. الله حافظ.